گفتن یه پدر عیال بود و یه دوماد. این دوماد توی هیئتی از هیئت‌های امام حسین علیه الصلاه و السلام، عزاداری‌هایی که هست، خدمت می‌کرد. پدر عیالش بهش اشکال می‌کرد. مثلا برو دنبال کسبت، کاسبیت، فلان، زندگی، اشکال نداره، برو تو دستگاه امام حسین، اما نه دیگه. دهه عاشورا که میشه زندگیت کنار میذاری. این دو مادم حرف پدر زن نمیشنفت، امام حسین رو جلوتر میداخت. وقتی یه رفیق دیگه هم داشته، اونم حالا چی بوده؟ قصه مفصلیه، من حالا این تیکه شاهدش رو میدم. متعدد هستن کسایی هنوز تو قوم، من ازش مکررم شنیدم اینا، که میشناختن اون طرف ها رو، یعنی اون دو فرد رو. این پدر عیاله شب هفتم، شب هشتم محرم نبکه بود. من جمله از چیزایی که میکرده میگفته بینایی که تو این عزاداری ها شرکت میکنن، معلوم اینا ابوذر سلمان که نیستن، معلوم دینش چطوره، ایمانش چطوره، حالا عزای امام حسین میشه میاد تو عزای امام حسین. من جمله ازش کمک میخواستن، وضع مالیش خوب بوده، اما میگفته من نمیدم، من تا کسی رو نشناسم، کسی آدم خوبه نمیدم. یه شبی از همین شبای دهه عاشورا خوابیده بوده، خواب میبینه خودش، صحرای محشر و وضع مفصلی، حالا قصه مفصلی داره، من شاهدش رو بگم. خلاصه یه جای صحرای محشر امام حسین صلوات الله علیه هستن و یه عده هم صف کشیدن و دونه دونه وارد میشن، یه در بزرگی و حضرت تو هستن و میپرسه اینا کیان؟ میگه اینا کسایی هم که به یه نوعی به دستگاه امام حسین علیه السلام خدمت کردن، علاقمند بودن، عمر گذشته پای این قضیه، وقتشو گذشته، کسبشو گذشته، صحتشو گذشته، راحتیشو گذشته، خوابشو گذشته، پولشو گذشته پای این قضیه. میده میرن و میاد، دو تا ملک هم دو طرف وایسادن و احترام میکنن از افراد، استقبال میکنن افرادی که وارد میشن خدمت حضرت میرسن. این میگه تو خواب من و فلان رفیقم و رفیقش دوتایی با هم، ما اومدیم به اینجا که رسیدیم، ملائکه ها گفتن ایست به ما حضرت. گفتیم چرا؟ گفتن اسم تو فلان کس نی؟ فلان تو اسمت فلان کس نی؟ این دو اسمو گفتن اینا رد نشه، اینا تو نیا، نرن پیش امام. یه تو عالم خواب من جا خوردم، اصلا ما شیعه هستیم، عقیده داریم به امام حسین، چیه؟ چرا؟ ملک میگن ما مأمور هستیم، به ما گفتن این دوتا اسم رو گفتن را ندید تو نه. گفتیم سببش چی؟ گفتن نمیتونیم، به ما نگفتن چی. میگه تو خواب بهشون گفتم که ممکنه اجازه بدید بریم بپرسیم، گفتن نه، به ما گفتن از این در نذارید که اینا تو بیان. گفتیم خب ممکنه یکی از شماها بپرسه ما بفهمیم چرا، آخه چیه؟ ما هرچی فکر میکنیم دلیلش رو نمیفهمیم خودمون. گفتیم گفت آها این کار اشکال نداره، ماها رو بیرون نگذاشتن بیان، که یکشون رفت تو اومد. گفت من از اینجا سوال کردم، گفتن اینا حالا چی عبارتش بوده، چی تعبیرش بوده، مضمونش این بود که اینا تشویق که نمی کردن عزاداری امام حسین را تثبیط می کردن، تثبیط یعنی دل سرد کردن.